سرخط خبرها. خوشترین خبر از طرف احمد مسعود به نشر رسید. انتشار ویدیوی همخوابی رئیس طالبان در شرکت برشنا با محافظش. دومین قتل در یک روز. تفنگداران ناشناس یک نظامی پیشین را در کاپیسا تیرباران کردند. و زندگی مخفیانه رهبر طالبان، ترس از حمله های پهپادی و داعش. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. انتشار ویدیوی همخوابی رئیس طالبان در شرکت برشنا با محافظش. ویدیوی بر رسانه ها رسیده که همخوابی ملا احمد آخن گماشته شده طالبان در ریاست برق برشنای کابل با محافظش را نشان می دهد. این ویدیو بدون صدا یک اتاق ساده با یک بستر آماده را نشان می دهد و با کمره گرفته شده که به نظر می رسد مخفیانه در گوشه اتاق کارگزاری شده است. ملا احمد آخن ابتدا وارد می شود و شروع به کشیدن لباس های خود می کند و سپس زیر لحاف می رود. همزمان مرد جوانی که گفته شده بادیگارد یا محافظ ملا احمد است وارد می شود و او هم پیران خود را می کشد و با تنبان و زیر پیراهنی در زیر لحاف در کنار عضور شده طالبان دراز می کشد. منابع بر رسانه ها گفتند مرد جوانی که با ملا احمد زیر لحاف می رود 21 سال است و پیش از رئیس طالبان در شرکت برشنا در کنار ملا فاضل معین وزارت دفاع این گروه هم دیده شده است. از آن جایی که معلوم نیست این مرد جوان با رضایت خود به این رابطه تن داده یا ملا احمد آخن او را وادار به همخوابی کرده است، رسانه ها هویت او را افشا نمی کند. ملا احمد آخن اخیراً به فرمان ملا حسن آخن رئیس الوزرای طالبان بر ریاست شرکت برق برشنا گماشته شده است. منابع بر رسانه ها گفتند ملا احمد که سران زورمند طالبان است با دیگر اعضای جوانتر این گروه هم خوبی کرده است. این ویدیو که تاریخ ثبت آن معلوم نیست در حال نشر می شود که گروه طالبان می گوید بر اساس شریعت اسلامی رابطه جنسی میان دو مرد لواطت است و کسانی که چنین عمل انجام دهند مستحق مجازاتند. تجربه دو سال گذشته نشان داده که گروه طالبان با وجود سختگیری و رفتار خشن با مردم عادی عملکرد مشابه مقامهای خود را نادیده می گیرد. دومین قتل در یک روز. تفنگداران ناشناس یک نظامی پیشین را در کاپیسا تیرباران کردند. منابع محلی در کاپیسا از تیرباران شدن یک نظامی حکومت پیشین از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولایت خبر می دهند. این رویداد چاشت روز جمعه 27 اسد در روستای قربانخیل از مربوطات ولسوالی حصه دوم کوهستان رخ داده است. این فرد جمیل قدوسی نام داشت و یکی از افسران وزارت داخلی حکومت پیشین بود. تا اکنون انگیزه و عاملان قتل جمیل قدوسی معلوم نیست. این دومین رویداد قتل در یک روز در ولایت کاپیسا است که ثبت می شود. بامداد امروز جمعه 27 اسد تفنگداران ناشناس قاری غلام فاروق صافی مدیر دارالالفاظ عبدالواحد روحانی را در روستای خمروبا از مربوطات ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا نیز تیرباران کردند. خوشترین خبر از طرف جبهه احمد مسعود. نظری اعضای جبهه مقاومت به شمول استخبارات به 5000 نفر می رسد. میثم علی نظری سخنگوی جبهه مقاومت در مصاحبه درباره آنچه در قالب مقاومت جریان دارد صحبت کرد. به گزارش سپوتنیک با گذشت دو سال از سلطه طالبان بر افغانستان با مخالفت مسلحانه گروه های مانند جبهه مقاومت افغانستان و جبهه آزادی افغانستان مواجه هستند. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت گفت که از زمان قدرتگیری طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 این کشور با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه مواجه شده است و زنان افغان به عنوان بخش از سیاست جنسیتی از زندگی عمومی منع شدند. نظری به نشریه اینترنتی Talks and Purpose گفت در اصل آنها شرایط مرگ خود را ایجاد کردند. آنچه ما ارزیابی می‌کنیم این است که سلطه طالبان بر قدرت در حال ضعیف شدن است و نشانه هایی را میبینیم که این گروه کنترل کل کشور را در دست نخواهد داشت. قرار است در یکی دو سال آینده از بسیاری از نقاط کشور عقب نشینی کنند و در آن نقاط کشور خلا ایجاد شود.
جبهه مقاومت که از بقایای نیروهای امنیتی سابق افغانستان تشکیل شده است، توسط احمد مسعود، پسر یکی از رهبران مجاهدین احمد شاه مسعود که قبل از کشته شدن توسط القاعده دو روز قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001 که هم با شوروی و هم با طالبان جنگید رهبری می شود. نظری گفت که یکی از مزایایی که احمد مسعود به عنوان رهبر دارد این است که با هیچ یک از فسادها در جمهوری سابق افغانستان ارتباط ندارد، بنابراین می تواند به نماد مقاومت تبدیل شود. نظری ادعا کرد که تقریبا 5000 عضو دارد، از جمله جنگجویان و افرادی که پیشتیبانی لوجستیکی اطلاعاتی ارائه می کنند و اکنون در 14 ولایت افغانستان فعالیت می کنند. ناشر این مقاله این آمار را تایید نمی کند. گروه مقاومت افغانستان تا اکنون در میدان جنگ عملکرد خوبی نداشتند. احمد مسعود پس از انتقال طالبان به دره پنجشیر در ماه سپتامبر سال 2021 افغانستان را ترک کرد. گرچه جنگ در این منطقه همچنان ادامه دارد، سال بعد طالبان ملک خان یک فرمانده جبهه مقاومت را در ماه سپتامبر سال 2022 کشتند و در بهار امسال طالبان عملیات موفقیت آمیز را علیه جبهه مقاومت راه اندازی کردند که در آن یکی از فرماندهان ارشد آن به نام اکمل امیری کشته شد. نظری گفت که جبهه مقاومت یک عقب نشینی استراتژیک از دره اصلی پنجشیر به دره های فرعی انجام داد، زیرا این گروه استراتژیک خود را از جنگ مطارب به مبارزات چریکی تغییر داده بود. او گفت که جبهه مقاومت اکنون پایگاه های در مناطق دورافتاده هندوکش دارد که طالبان نمی توانند با آنان دسترسی داشته باشند. زندگی مخفیانه رهبر طالبان، ترس از حمله های پهپادی و داعش. در دو سالگی سلطه طالبان بر افغانستان، ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان به طور پنهانی و منزوی زندگی می کند و در این مدت نخواسته است که در محضر عمومی دیده شود. تمام فرمان هایی که رهبر طالبان صادر می کند شفاهی است و او نمی خواهد که مهر و امضا در این فرمان ها حک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها مدعی شده است که رهبرشان با مقام های این گروه و علمای دینی در قندهار دیدار کرده است، اما هیچ عکس و ویدیوی از این دیدارها منتشر نکرده است. رهبر طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان که هم مرز با پاکستان است زندگی می کند، اما مشخص نیست که در کدام قسمت از این ولایت زندگی می کند. گفته می شود که قندهار به پایتخت غیر رسمی طالبان به دلیل اقامت ملا هیبت الله مبدل شده است. شمار از مقام های طالبان در مصاحبه با شبکه سی بی سی گفتند که با دشواری زیاد قادر به ملاقات با رهبر این گروه در قندهارند. یکی از مقام های طالبان گفت که حدود 3 روز منتظر ماند تا او را نزد ملا هیبت الله اخندزاده ببرند. او گفت که تمام وسایلش هم به دست نگهبانان رهبرشان مصادره شد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.